آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و اللهم عجل لولی کل فرج ذکر قلب و زبانتون باشه این روزها. برنامه توضیح المسائل رو از کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. در خدمت کارشناس برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. به نیابت از شما عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. سلام حاجا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. خدا بزنید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم عجل لسید عزیزنا الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و بینندگانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. 2-0-964-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. انشالله که از طریق تلگرام و واتساپ به ما پیام میدید و سوالات شرعی خودتون رو میپرسید. در خدمت شما هستیم به یاری خدا. عرضم به خدمت شما مقدمتا در ابتدای برنامه به خاطر اینکه سوالات خیلی از شما عزیزان و نگرانی خیلی از شما عزیزان به خاطر این ویروس جدیدی هست که منتشر شده، برای دوستانی که از ایران بیننده هستن و پرسیدن در مورد کرونا صحبت کنید، یک نکته رو بگم که در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام فکر میکنم در قسمت قبل برنامه سوژه مفصلا در موردش صحبت شد. دوست و همکار عزیزم جناب استاد بهنام صحبت کردن، ولیکن از اونجایی که بعضی از بینندگان خواستن که جناب استاد رجبیان هم صحبت کنن، احتراماً از حضور و صحبت‌های جناب استاد رجبیان هم در این مورد انشالله فیض خواهیم بود. جناب استاد اگر صلاح میدونید الان صحبت کنید، اگر صلاح میدونید در انتهای برنامه در خدمت شما هست. همین الان اگر اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من همونطوری که قبل از شروع برنامه هم عرض کردم، ممکنه بعضی از بینندگان برنامه سوژه رو ندیدن، وگرنه اگه دیده بودن نیازی به توضیحات ما نبود چون برنامه جامع و کامل بود الحمدلله. روایاتی داریم که اگر خوف از هر بیماری به انسان رسید، مثلا روایت داریم از حضرت موسی بن جعفر، می‌فرمایند که هر زمان خوفی شما داشتید برای مریضی، شاید هم اطلاق داشته باشه هر خوفی، اما حالا حتی اگه اطلاق داره اینجا هم شامل میشه و اگر مخصوص مریضی که همینجا شامل میشه، یک محل از قرآن رو باز کنید، از هر جا خودتون خواستید یا باز کنید، از یک جای خاصی از قرآن الی صد آیه از قرآن رو تلاوت کنید و به خدا واگذار کنید. خدای تعالی نمیگذاره که شما به اون چیزی که ازش میترسید مبتلا بشید یا گرفتار بشید. یا خب قرائت زیارت عاشورا که
ظاهرن میرزا تقی شیرازی هستن که توصیه میکنن برای اون بیماری وبا بوده ظاهرن اگه اشتباه نکنم در اون سال که بخونید هدیه کنید به روح پرفتوح مادر حضرت صاحب الزمان یا من اضافه میکنم به روح پرفتوح حضرت ام البنین حکیم خاتون و خدای تعالی ما رو نگه میداره. از همه مهمتر کسانی که احیا کننده یاد و نام و از بین برنده مظلومیت حضرت صاحب الزمان علیه السلام باشن علما و بزرگان زیادی هستند و در قبل بودن که توصیه کردند که ما تجربه فرمودن ما تجربه کردیم تعداد زیادی تجربه کردند که کسانی که فعالیتی برای حضرت صاحب الزمان داشته باشن خدای تعالی هوایشون رو میده مصائب رو ازشون دور میکنه و زندگی خوبی برای اونها رقم خواهد زد. انشاءالله که همه شیعیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از جمیع مصائب و امراض دور باشن. من در خدمتتون هستم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. لازم به ذکره که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که شما بینندگان عزیز شبکه فارسی رو الان تماشا میکنید و دارای چند شبکه دیگه هست، یک اعلام همگانی کرده. انشالله در فواصل بعدی برنامه و بعد از برنامه خواهید دید که دعوت کرده از شیعیان امیرالمومنین و از بینندگان عزیز برای خواندن و قرائت زیارت عاشورا برای رفع این بلا. انشالله هر کجای دنیا هستید شیعیان امیرالمومنین از بلا دور باشند و انشاءالله هر جا هستید متوسل بشید به اهل بیت که شفا در توسل به اهل بیت علیهم السلام هست. انشاءالله برنامه امروز رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و ادامه میدیم روال طبیعی برنامه رو. از طریق اینستاگرام و فیسبوک میتونید ما رو همراهی کنید. دوستانی که الان وصل شدن به اینستاگرام شبکه و دوستانی که الان وصل شدن به فیسبوک و صفحه فیسبوک توضیح المسائل و صفحه فیسبوک شبکه جان امام حسین علیه السلام به صورت زنده میتونن ما رو ببینن. شماره‌ای که زیرنویس میشه در برنامه شماره پیام شما هست. اگر به عزیز بزرگواری اعلام میشه که لطفاً اگر سوالی دارید کامنت نکنید زیر پست های این دو تا صفحه مجازی، این دو سه تا صفحه مجازی، فقط به این دلیل هست که برای ما از طریق تلگرام و واتساپ بفرستید و سریعتر به جواب سوالتون بفرستید و این به این معنا نیست که سوال جواب سوال شما داده نمیشه. خب بیننده بزرگواری پرسیدن که سلام، من در صرف حرف غین در نماز دچار وسواس شدم، نمیتوانم صحیح ادا کنم، چه کار کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک قاعده کلی اینه که کلن وسواس چه در نماز چه خارج از نماز امر پسندیده ای نیست. بله، باید به وسواس انسان توجه نکنه. اما مسئله بعد که باز یه مسئله کلی، الان خب میشه اینجا بیایم تجوید رو یاد بدیم، نحو رو یاد بدیم، اما نه، کلن هر شخصی باید در حد وسع و توان علمی خود، بله، این قواعد رو، حالا لااقل برای قسمت عباداتی که واجبه مثل نماز، یاد بگیره. غین چجوری تلفظ میکنن، نمیدونم ها چجوری تلفظ میشه، این بعد در حد توان، مسامحه نشه، کوتاهی نشه، در حد توان. خب حالا کافیه دیگه، وسواس نمیخواد. در حد توان شما یاد گرفتی، رفتی، حالا یا معلم تجوید بوده یا پیش نماز مسجد بوده، یک کسی به شما یاد داده، شما هم در حد توان مسامحه هم نکردی و داری، کافیه، کفایت میکنه، خدای تعالی قبول میکنه انشاءالله. خیلی ممنون. سلام علیکم، من در آلمان زندگی میکنم و یک نفر برایم یک صندوق جمع آوری پول برای کودکان و نیازمندان افغانستان آورده. این شخص از اهل سنت است و من مطمئن نیستم که آیا این کمک واقعا برای نیازمندان خرج می شود یا خیر، و می ترسم که این پول جای دیگری خرج شود. آیا ممکن است مرا راهنمایی کنید؟ صدقه دادن یک امر بسیار ممدوح و خوبیه.
و باعث برکت در عمر و در مال و در زندگی انسان میشه. ولیکن حالا من این یک روایتش اگه بتونم پیدا کنم، لیکن انسان بایستی اولویت رو قرار بده به کمک کردن به اقوام و خیشان درجه یک خودش برای کمک کردن. بله. به هر حال اینجوری هم دستور داریم که انسان باید کمکاش رو از همین نزدیکان خودش شروع کنه، همین که اعتماد هست. به هر حال روایت میفهمن که از امام باقر علیه السلام، البر و صدقه ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان 90 میتت سو. ماشاءالله. فقر رو از بین میبره، عمر شما رو زیاد میکنه و 70 90 90 ببخشید 90 بله مرگ بد رو دور. و حالا این هم کنایه است، سو رو از شما دور میکنه. بله. حتی بیماری دور میکنه، مرگ دور میکنه، کل چیز رو دور میکنه. انسان اگر سعی کنه از اقوام و خیشان خود شروع کنه، هم دستور مؤکدی هست نسبت به اقوام و خیشان، هم اعتماد دیگه هست. اعتماد علی. اینجا شک، اینجا دیگه اعتماد. خیلی ممنونم. با سلام و خسته نباشید، اگر خانمی روزه قضاشو به جا آورد و عادت ماهانه اش آمد، دو تا روزه قضا به جا آورده یا نه؟ تشکر از برنامه خوبت. نمیدونم منظور چیه، اما اگر یک خانمی شروع کرد روزه قضا بگیره، دو روز روزه قضا گرفت بعد عادت شد، خب اون دو روز دیگه درسته که صحیحه. بله. بعد از ایامی که عادت ماهیانه هستن مجددا میتونه ادامه روزهای قضاش رو بره. خب بیننده بزرگواری گفتن که با سلام خدمت شما و تشکر از برنامه، سوالم از حاج آقا این است که بعد از مدت زیادی کار و تلاش پول جمع آوری کرده و مسکن خریداری کرده، یعنی اینکه سالها گذشت ولی خمسش را ندادم، آیا بر این پول خمس تعلق میگیرد؟ با توجه به اینکه ما در اینجا مالیات دولتی هم پرداخت میکنیم که اعلام کردن در مسکو زندگی میکنن، خمس سالانه همان 20% میشود؟ با تشکر. این مطلبی که دو تا مطلب اینجا باید توضیح داده بشه. بله. اول شما بینندگان عزیز در هر کشوری، حالا کشور اسلامی یا غیر اسلامی زندگی میکنید، عوارض و مالیاتی که از شما میگیرن این ربطی به وجوهات شرعی نداره. بله. حساب نمیشه. این مسئله. مسئله بعد، انسان اگه منزل نداره، یه دونه منزل معونشه، خمس یه دونه منزلی که میخواد داخلی زندگی کنه خمس شاملش نمیشه. مگه ما یه منزل داریم میریم یه منزل دیگه هم میگیریم با اینکه نیازی هم نداریم اون، وگرنه یه منزل که برای زندگی خودشه یه دونه خمس شاملش نمیشه. اما علی کل حال برای چیزهایی هم که خمس شامل میشه، اگه مالیات میدید، اگه عوارض میدید، کشور اسلامیه، کشور غیر اسلامیه، اون ربطی به وجوهات شرعیه نداره. بله. سلام، آیا خانمی که 2 سال است مطلقه است میتواند صیغه شوهر اولش شود؟ بله، خانمی که مطلقه هست و عده‌اش هم نگه داشته تمام شده، الان میشه صیغه دائم یا موقت هر کسی، اعم از اون شوهر قبلیش هم بشه، ایرادی نداره. بله. یک سال دیگه تقریبا تو همین مضمون، که چه مدت اگر مردی از زنش جدا باشد زن به مردش حرام میشود و چرا حرام میشود؟ ببینید، یک زن و شوهر اگر 10 سال هم از هم جدا باشن، حالا یه وقت حاکم شرع میاد وسط و اون طلاق غیابی صادر میکنه، اون بحثش جداست، اون هم طلاقه. یعنی میخوام بگم تا طلاق حاصل نشه اینا به هم نامحرم نمیشن. حالا یا خودشون باید بیان طلاق بگیرن یا حاکم شرع میاد طلاق میبین، این طلاق باید حاصل بشه، این بعد از طلاق نامحرم میشن. حالا اگر شرایط طلاق بعد عده بعد نگه داشته بشه، حالا این زن و شوهر 2 سال 3 سال از هم جدا شدن اما طلاق نگرفتن، اینا باز به هم برسن محرمن، باز اون خانومه نمیتونه بره ازدواج کنه چون این همسر داره، مگر اینکه طلاق شرعی
خونده بشه و شرایطش پشت سر بگذارن. حالا چون طلاق رجعی یک طوره، خلع یک طوره، این دیگه حالا با توجه به شرایط طلاقی که میگیرن. بعد بیننده بزرگواری سلام کردن، گفتن که سوالم اینه که شوهرم اعتقاد منو مسخره میکنه، اعتقادم اینه که هیچ اتفاقی توی این دنیا شانسی و تصادفی نیست و روز قیامت از این که خداوند دختری در این روز به من داده از شکر این نعمت سوال میکنه. مسئولیت و شکرگزاری من نسبت به موقعیتی که اگر غیر از این روز به من این دختر داده میشد، چون خداوند در این روز با خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها نور و رحمتش به زمین منتقل کرده و من روسیا هم نظر کرده و حتما روز قیامت از این نعمت در این روز بهم از این نعمتی که در این روز به من داده نسبت به بقیه روزها بیشتر سوال میکنه. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید چه کار کنم. ایشون سوالشون رو در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما فرستادن و تبریک هم گفتن. خدای تعالی یعنی بله ما هم تایید میکنیم این عقیده ایشون. خدای تعالی هر نعمتی که به انسان میده بله در عوضش انتظاراتی از انسان داره، جوابگو باید بشه. حالا بله. اگر در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا بوده بیشتر، حتی در روزهای عادی. خدای تعالی فرزند به انسان میده، این انتظار رو خدای تعالی داره که این فرزند رو هم از جهات اخلاقی و تربیتی و ادبی، هم از جهات مادی، هم از جهات معنوی و مذهبی، از جمیع جهات این فرزند رو ما باید طوری بزرگ کنیم که فردای قیامت با افتخار و سربلندی در محضر خدای تعالی محشور بشیم انشاءالله. خیلی ممنونم. میان برنامه ببینید، بعد از میان برنامه در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبي صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأشبهكم بي، يعني اون کسی که از همه شما به پیغمبر خدا شبیه تره. قالوا بلى يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا و ألينكم كنفا. اکناف اطرافو میگه، یعنی ببینید یه دونه آدم اطرافش که با مردم برخورد میکنه چشمش یکی، دستش یکی، پاش یکیه. توی جمعیتی یه جایی شلوغ جمعیت زیاده، این کتفش، این زانوش، اینا اکناف بدن انسانه، اطراف بدنش. انسان گاهی با چشمش تو روایت داره من ملع عینه من والدهی عقوبتی داره، با چشمش صحبت میکنه، هل میده، با پاش، با دستش، اینا اکناف بدنه. عین همین در روح هست که از برخورد ظاهر میشه. انسان یه جایی میره، یه آدمی خیلی خودشو میگیره، هرچی باهاش آدم صحبت میکنه اینا کلمه جواب میده. این کنفش لین نیست، کنف کنفش عنیفه، عنف داره، یا تا یه کم و زیادی میشه چشمشو تند میکنه. این لین کنف نداره. یا فرض کنید کم و زیادی که میشه با پاش میزنه، با دست میزنه، این لین کنف نداره. یه خورده دائره رو اوسع کنید، شما یه مدرس هستید روی یک منبر نشستید، یا یک واعظ هستید روی منبر نشستید دارید موعظه میکنید، یه کسی از پایین منبر یه اشکال بی خود میکنه، برخوردتون چطور خواهد بود؟ برخورد تنده؟ برخورد مسخره آمیزه؟ برخورد یه جوری جوابش میدید که همه میخندن به اون؟ یه جوری جوابش میدید که همه دعوا میکنن اون را؟ اینا اکنافه، اینا کنفه. تو صد نفر، تو هزار نفر، تو یه عشیره، تو صد هزار نفر کی علیان و کنفنه؟ وقت من حیث المجموع یه دونه هست که از همه علیان و کنفنه، اون اشبه به رسول الله. خب چرا منو شما بذاریم یکی دیگه بشه؟ فرصت دستمونه. آه 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 آه.
سلام و خسته نباشید مجددا خدمت شما عزیزان و ممنون از اینکه بیننده برنامه هستید. 209647703-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. انشالله که از طریق تلگرام و واتساپ در خدمت شما هستیم برای پرسیدن سوالات شرعیتون. خب و اما ادامه سوال ها. سلام و خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم در خونه ما به غیر از من بقیه عاشق موزیک و ویدیو هستند و گوش میکنن، هرچی هم امر به معروف میکنم فایده ای نداره، حکم من چیست؟ آیا من هم وارد گناه میشوم؟ به هر حال ایشون امر به معروف و نهی از منکرشون رو که ظاهرا انجام دادن طبق فرموده خودشون، دیگه همراه اونها نباشن. یعنی تو این اگر این اتاق مثلا موزیک گذاشتن، ایشون اینجا نه، اینجا لااقل اینجا حضور پیدا نکنه، یه اتاق دیگه، یه اتاق دیگه هم صدا میاد، خب داره به گوش میرسه، شما که تمرکز نمیکنید که بشنوید، به گوشتون داره میخوره، در این حدش چون وظیفتون انجام دادید. یه وقت میشه شرایطتون طوریه که اون لحظه اون ساعت میتونید از خونه برید بیرون برای انجام کاری. حالا نمیشه که شاید اینا مثلا خیلی گوش بدن شما زیاد برید بیرون، اما اگه میشه برای یه کاری دارید باید یک ساعت دیگه برید بیرون، حالا تو این یک ساعتی که اینا موزیک میذارن میتونید برید بیرون، برید انجام. اگه نمیشه شما تو اون محفل، تو اون مجلس، اتاق اون بری باشید، به گوشتون مخوره ایرادی نداره، ولی گوش نگیرید، توجه نداشته باشید. بله. خب من مهریه خودم رو به شوهرم بخشیدم، آیا اگر بخواهم از پول شوهرم به یک فقیر کمک کنم باید اجازه شوهرم باشد یا نه؟ بله حتما اجازه شوهر باید باشه، اموال مال شوهره، مهریه شون هم که نبخشیده بودن خب طلب مهریه بکنن، چرا یواشی دست و جیب همسر ببرن. خب ما 2 سال هست که نظری ندادیم، الان میخواییم پولش رو به حساب شبکه امام حسین علیه السلام بریزیم، آیا از لحاظ شرعی مشکلی نداره؟ ببینید نظری ندادیم، نظری دادیم یه عرفی هست، یه شرعی. بله عرف مثلا مردم نظر خاصی نکردن، اینجور نیست که نظر خاصی کرده صیغه نظر خونده، همینجور مثلا در روز شهادت از زهرا اطعام طعام میکنه، غذا میده، مثلا هیچ نظری هم در کار نبوده. بله. حالا هم 2 ساله نکرده، حالا تصمیم میگیره چه کاریه، میدم شبکه امام حسین، میخوام مثلا شکم مردم سیر بشه، در این شبکه روح مردم ارتقا پیدا کنه، علم من بله تغذیه روحی میکنه، اینجوریه. بله ایرادی نداره، خیلی هم خوبه. اما بخاصن ایشون مدن صیغه نظر خوندن دیگه نمیشه دیگه، فقط همون کاری که صیغه نسخ خوندن و نسخ کردن واجب الوفاست و باید انجام بدن. بله آیا اگر قنوت یادمان رفت چه کار باید انجام بدیم؟ ایشون مقاله های سیستانی هستن. قنوت مستحبه، اگه مثلا در رکوع انسان یادش بیاد بعد از رکوع میتونه قضای قنوت رو به جا بیاره، اگر بعد مثلا رفت سجده و بعد از سجده یادش اومد چنانچه بخواد میتونه بعد از اتمام نماز اون قنوت رو قضاش رو انجام بده. آیا اگر 2 غسل برگردن ما بود میشه با 1 غسل نیت هر دو رو انجام بدیم؟ ایشون معالده های صافی هستن. بله ایرادی نداره، حتی چندین غسل مستحب و واجب با 1 نیت و با 1 غسل میشه انجام داد. خب بیننده بزرگواری معالده آقای روحانی هستن، پرسیدن که آیا لعن های زیارت عاشورا در اصل بوده یا بعدن به آن اضافه شده است؟ لعن زیارت عاشورا در اصل بوده و خود زیارت عاشورا هم سند معتبری داره، از اون سندهای محکم و معتبری که مولای درزش نمیره. خب اگر کسی در نماز جماعت در رکعت دوم نماز مغرب برسد آیا در رکعت بعدی وظیفش جهر است یا اخفات؟ ایشون والده آقای فیاض هستن. ببخشید یه مرتبه دیگه بپرسید. بله اگر کسی در نماز جماعت در رکعت دوم نماز مغرب برسد آیا در رکعت بعدی وظیفه‌اش جهر است یا اخفات؟ رکعت بعدی یعنی سوم جماعت میشه. بله. در اینجا وظیفه‌شون دیگه اخفات، نظم نماز به هم میخوره، همه آروم دارن تسبیحات اربعه میگن، ایشون بخواد بلند بلند، اینجا وظیفه اخفات. بله در مورد سوال قبلی پیرامون ورزش خانم ها، یعنی یک زن نمیتواند با لباس های گشاد و با روسری و شلوار در حضور نامحرم ورزش کند. قبل از اینکه جواب بدید در مورد سوال قبلی، ایشون سوالشون رو دیروز پرسیده بودن، در دیروز بنده مطرح کردم برای جناب استاد که خانومی بودن که میخواستن در پارک ورزش کنن و جناب استاد گفتن که
میتونید در پارک بانوان یا جایی که آقایون نباشد این کار رو انجام بدین. الان این سوال جدید این بزرگواره. برای یک خانم حفظ حجاب و عفاف خیلی مهمه بله. و در حضور نامحرم جایز نیست، یعنی نه حجاب، یعنی ورزش در حضور نامحرم نمیشه حجاب رو رعایت کرد و نه عفاف رو میشه رعایت کرد. لذا یک خانم باید در جایی ورزش کنه. ورزش کردن برای خانم چی ایرادی نداره، الحمدلله در حالا کشور ایران که در شهرهای بزرگ مخصوصا هست پارک بانوان که این مخصوص بانوانه و هیچ دیدی، هیچ نامحرمی دید نداره، یا در خود منزل و در غیر از این دو در جایی که حضور نامحرم هست و ممکنه نامحرم ببینه خیر، جایز نیست. بله، میخواهم فاتحه بخونم برای یکی از امامها، مثلا برای امام علی علیه السلام میگن فاتحه جایز نیست. حالا میخوام بخونم، حالا میخوام بدونم چجوری فاتحه بخونم. اون چه متعارفه برای اهل بیت عصمت و طهارت زیارتنامه هایی وارد شده که اون زیارتنامه ها رو میخونن. فاتحه رو برای غیر از اهل بیت عصمت و طهارت فاتحه میخونه ها. که حالا یه حمد و یه قل هو الله، یک حمد و سه قل هو الله، بله. یک حمد و حالا چیزایی که هست. اما برای اهل بیت عصمت و طهارت همون زیارتنامه هاشون رو میخونن، این چیزی که متعارف. خیلی ممنونم. خانمایی که عذر شرعی دارن میتونن داخل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بشن تا خود زری؟ حرم حضرت فاطمه معصومه ایرادی نداره، حتی تا خود زری. هرچند بهتر اینه که اون قسمتی که زری هست نرن، ولیکن اون قسمت‌هایی که مسجده توقف در مسجد جایز نیست، نمیتونن توقف کنن. من دختری هستم که بیماری صعب العلاج دارم ولی کسی نیست منو دکتر ببره. شوهر خالم من رو میبره، خودم نمیتونم راه برم، برای همین دستم رو میگیره. آیا اشکال شرعی داره؟ اگر داره باید چه کار کنم؟ چون که ضرورته با حائل، حالا یا دستکشه یا اون خود چادره، حائل باشه، یعنی تماس مستقیم حاصل نشه، ایرادی نداره. خب آیا می شود در قنوت یا سجده بعد از گفتن ذکر اسم امیرالمومنین علیه السلام رو هم برد؟ خطاب به غیر از خدا در نماز نباید باشه. خطابایی که در نمازه باید همه به خدای تعالی باشه. بله، این رو هم به عنوان آخرین سوال بپرسم که حدود 10 ماه هست با همسرم هم بستر نشده ام، الان طلاق گرفتیم برای ازدواج. برای ازدواج مجدد نیاز به نگه داشتن عده دارم؟ بله، معنی از بعد طلاق، یعنی اول باید طلاق صادر بشه و بعد از طلاق عده باید نگه داشته بشه. حالا ممکنه بگیم ما 2 سال نزدیکی نکردیم، اون ملاک بعد از طلاق، بعد از که طلاق حاصل شد عده باید نگه داره. بله، خیلی ممنونم و متشکرم جناب استاد از حضورتون. خیلی ممنونم و متشکرم از شما عزیزان برای تماشای برنامه و همراهی ما. تقریبا 20 ثانیه فرصت دارم یک جمله بگم برای دوستان و عزیزانم که در هیئت‌ها به سر می‌برن و در ایران. این که باب شده این ایام اعلام کنیم هیئت رو تعطیل کنیم به خاطر اینکه از انتشار بیماری جلوگیری بکنیم، پس چرا اینقدر التماس دعا داریم برای شفای بیمارانمون؟ در پناه خدا باشین. یا علی. آنچه از حکم خدا شبت به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان.